وزیر دفاع آمریکا امروز جمعه در پایان رزمایش مشترک 10 روزه آمریکا و فیلیپین پایبندی آمریکا به حفظ امنیت در حوزه آسیای اقیانوس آرام را مورد تاکید قرار داد. اختلافات میان چین و چند کشور منطقه از جمله ژاپن بر سر مالکیت چند جزیره در دریای جنوبی چین باعث تنش در آن منطقه شده است. عسل رحمانی و جزئیات بیشتر. آقای کارتر در کنفرانس خبری خود در مانیل به افزایش نیروهای نظامی آمریکا در دریای جنوبی چین که با نیروها و تجهیزات دوره‌ای جایگزین می‌شوند اشاره کرد. وزیر دفاع آمریکا امنیت در منطقه را به اکسیژن تشبیه کرد که بدون آن نمی‌توان به حیات ادامه داد. امنیت در منطقه مانند اکسیژن است که اگر به میزان کافی وجود داشته باشد کسی متوجه آن نمی شود، اما فقدان آن باعث می شود شما به هیچ چیز دیگری فکر نکنید. اینجا در آسیا اقیانوسیه رزمایش مانند بالیکاتان و عملیات نظامی واقعی شما آمریکایی‌ها، فیلیپینی‌ها، سربازان، ملوانان، خلبانان و تفنگداران اکسیژن فراهم می کند. وزیر دفاع آمریکا ضمن اشاره به واژه فیلیپینی بالیکاتان به معنی شانه به شانه گفت این رزمایش مشترک گامی مهم در تأمین امنیت فیلیپین و منطقه است. In this past week, more than 7,000 personnel from both of our countries have stood shoulder to shoulder. در هفته گذشته بیش از 7,000 نیروی نظامی از هر دو کشور شانه به شانه هم ایستادند تا بهتر شوند و با هم همکاری کنند. رزمایش امنیت دریایی امسال همانند توافق همکاری دفاع پیشرفته بین دو کشور بار دیگر اتحاد ما و امنیت فیلیپین را تقویت کرده است. این پیشرفت در زمانی رخ می‌دهد که اصولی که برای دو کشور ارزشمندند با چالش روبروست. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه چین روز جمعه رزمایش مشترک آمریکا و فیلیپین را برای منطقه خطرناک خواند. این فعالیت‌های آمریکا و فیلیپین برای منطقه و روابط بین کشورها سم است. تنش‌های منطقه‌ای را تشدید می‌کند. به صلح و ثبات در دریای جنوب چین آسیب می‌رساند و دقیقاً ثابت می‌کند مروج واقعی نظامی‌گری چه کسی است. بازدید از ناوشکن USS جان سی استنیس در آب‌های دریای جنوبی چین در برنامه سفر آقای کارتر است. او در ماه نوامبر سال گذشته نیز از ناو USS تئودور روزولت در منطقه دیدن کرده بود. عسل رحمانی، صدای آمریکا.